طلای موجود در زمین از کجا آمده است؟ ما انسان‌ها به دلایل زیادی به طلا ارزش میدیم. زیباییش، استفاده از اون به عنوان جواهر و به خاطر کمیاب بودنش. طلا در بخشایی از زمین کمیابه چون توی کیهان هم کمیابه. حالا سوال اینجاست. عناصر شیمیایی موجود در جهان چگونه تولید شدن؟ عناصر سنگینی مثل طلا و اورانیوم از کجا آمده؟ دانشمندان آلمانی با همکاری دانشمندانی از بلژیک و ژاپن با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری نشون دادن که تولید عناصر سنگین در سیاه‌چاله‌های خاص کاملا عادیه. همراهان تکسون تیوی سلام. طلای موجود در زمین از کجا آمده؟ این سوالیه که موضوع ویدیوی امروز ما هم هست. لطفاً تا پایان ویدیو همراه ما باشین. ولی قبلش ازتون می‌خوایم لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای جدید ما رو زودتر از بقیه ببینید. همه ی عناصر سنگینی که امروزه بر روی زمین وجود دارن تحت شرایط وخیم و توی محیط‌های مثل درون ستاره‌ها، انفجارهای ستاره‌ای و برخورد ستاره‌های نوترونی تشکیل شدن. دانشمندان تلاش کردند که بفهمند در کدوم یک از این رویدادهای اخترفیزیکی شرایط مناسب برای تشکیل سنگین‌ترین عناصر مثل طلا و اورانیوم وجود داشته. رصدهای اولیه‌ای که توی سال 2017 از امواج گرانشی و تشعشعات الکترومغناطیسی ناشی از برخورد ستاره‌های نوترونی انجام شد، نشون می‌داد که اکثر عناصر سنگین می‌تونن در شرایط وقوع چنین رویدادی تشکیل بشن. با این حال هنوز این پرسش باقی مونده که نحوه تشکیل عناصر سنگین چه جوریه و آیا رویداد دیگه‌ای هم وجود داره که بتونه منجر به تشکیل عناصر سنگین بشه؟ به وجود آمدن طلا. برخلاف عناصری مثل کربن و آهن، طلا نمیتونه از درون یه ستاره به وجود بیاد، بلکه باید طی یک فرایند عظیم‌تری تولید شه، شبیه چیزی مثل یک انفجار پرتوی گاما یا جی‌آر‌بی. مشاهدات این جی‌آر‌بی اثبات می‌کنه که این انفجار از برخورد دو ستاره نوترونی به وجود اومده. به علاوه درخشش بی‌نظیر ناشی از این انفجار که تا چند روز ادامه داشته نشون میده که در اثر اون مقادیر قابل توجهی عناصر سنگین مثل طلا به وجود اومدن. به گفته برگر از مرکز اخترفیزیک دانشگاه هاروارد، ما تخمین میزنیم که مقدار طلای تولید شده از برخورد دو ستاره نوترونی به بزرگی 10 برابر جرم ماهه. انفجار پرتوی گاما یک درخشش پر انرژی ناشی از یک انفجار با انرژی بسیار بالاست که بیشتر مواقع در فواصل دور کیهانی یافت میشه. برگر و همکارانش انفجار پرتوی گامای 130603 بی رو در فاصله 3.9 میلیارد سال نوری از ما قرار داره یافتن که از نزدیکترین انفجارهایی که تاکنون دیده شده. انفجارهای پرتوی گاما. انفجارهای پرتوی گاما عموماً دو نوع هستن، بلند و کوتاه، که بستگی به این داره که انفجار تا چه مدت طول بکشه. انفجار پرتوی گامای 130603 بی که در 3 ژوئن توسط ماهواره پرسرعت ناسا آشکار شده به مدت 0.2 ثانیه به طول انجامید. با اینکه انفجارهای پرتوی گاما خیلی زود ناپدید میشن، انفجار 130603 بی به آرامی و به شکل تابش فروسرخ ناپدید شد. این نوع درخشش و رفتار مثل یه پس درخشندگی نوعی که معمولاً بعد از پرتاب جت پرسرعتی از ذرات به محیط اطراف به وجود میاد نبود. در عوض پس درخشندگی 130603 بی جوری رفتار کرد که انگار از عناصر رادیواکتیو خارجی به وجود اومده. این عناصر رادیواکتیو میتونن از مواد سرشار از نوترونی که از برخورد ستارگان نوترونی به بیرون پرتاب میشن به وجود بیان. این عناصر باعث واپاشی رادیواکتیو شده و منجر به درخشش فروسرخ میشن. درست مثل چیزی که این تیم مشاهده کرده. انفجار پرتو گاما و تولید طلا. یک تیم از مرکز اخترفیزیک هاروارد محاسبه کرده که حدود 1/100 جرم خورشید از انفجار پرتوی گاما ماده به بیرون پرتاب میشه که مقداری از این ماده طلاست.
با ترکیب کردن مقدار طلای تخمینی تولید شده توسط تک انفجار کوتاه پرتو گاما با مقداری که از انفجارهای پرتو گامایی که در طول عمر کیهان رخ داده، نتیجه میگیریم که ممکنه همه طلای موجود در کیهان از انفجارهای پرتو گاما به وجود اومده باشن. به گفته برگر، همونطور که کارل سیگن میگه، همه ما از غبار ستارگانیم و جواهرات ما هم از غبار برخورد ستارگانه. به نظرتون سیاه چاله ها چه نقشی در تولید عناصر سنگین دارن؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.